وامپلاس پلاس دوازده این گوشی رو نباید دست کم بگیرید آخر ویدیو متوجهش میشین سلام به ما وکس دوست داشتنی من مهدی شجری هم خیلی خوش اومدید به ویدیو بررسی دیگه بریم سراغ پرچمدار امسال وان پلاس که واقعا میتونه به وجدتون بیاره احتمالا یکی از طولانی ترین ویدیوهای بررسیه نمیدونم زمانشو دارید میبینید شما دیگه بریم واسه بخش اول بخش طراحی جایی که یه طراحی فوق خوش دست و خوش دست جذاب داریم که قاب پشتی یه شیشه سوپرمات جذاب با یه لوگو وانپلاس و یه بیرون زدگی دوربین عجیب غریب زیاد رو میبینیم لبه های آلمینیومیه یعنی فریم های آلمینیومی کشیده شده اومده دوربین ها رو که سه تا هستن توی قاب دایری شکل نسبتاً بزرگ تو خودش جادد فلش داریم سنسور داریم چیزهای مختلف هم اینجا هست واقعا حس و تکسچری که این پشت هست فوق العاده است لبه های قاب پشتی هم به سمت کناره های کروی داره که باعث میشه گوشی فوق العاده باشه دور تا دور گوشی آلومینیومی و براق <applause> و حواستون باید باشه اینجوری از دستتون نیفته چیزیشم نشد زیر گوشی درگاه تایپسی خشاب سیم کارت اسپیکر میکروفون لبه سمت راست گوشی دکمه پاور رو کم و زیاد کردن صداست بالای گوشی میکروفون این سپیکر و یه خروجی اسپیکر رو مادون قرمز لبه سمت چپ گوشی هم دکمه ایه که میتونید باهاش گوشی رو سایلنت ویبره و نرمالش بکنید پنل جلویی کروه که کاش کرو نبود تو سالی که سامسونگ و اپل و همه دیگه رفتن رو نمایشگرهای تخت وان پلاس همچنان داره نمایشگر کرو میزنه ولی اندازه خیلی بزرگی داره هاشی ها از بغل واقعا به چشم نمیاد ولی از بالا و پایین دیده میشه دوربین سلفی توی پانچول خیلی ریز اون بالا گواهی آی پی پنج داره گوشی فوق العاده خوش سبک و نازک و تودلیه و واقعا با حاله. تو بخش طراحی اگر کرو نبود نمایشگر واقعا اعجاب انگیز میشد این جلو گوریلا گلس وکتوس دوه این عقب گوریلا گلس 5 که یه مقدار قدیمی بهتر اون قاب سیلیکونی که تو باکسش هست رو ازش استفاده بکنید بریم سراغ بخش بعدی بخش صفحه نمایش جایی که یه پنل ال تی پی امولد میبینیم که اچ دی پلاس رو پشتیبانی میکنه 1440 رزولوشنش و روشنایی ماکسیمومش 4500 نیته یعنی احتمالا زیر نور مستقیم آفتاب آفتاب رو نمیتونید ببینید این روشنه واقعا نمایشگر یکی کیفیت فوق خفن اندازه 6 و 8 و این چیش که فوق میکنه هاشی کمش و نسبت تصویر خیلی خوبش نسبت صفحه نمایش به پنل عالیه و رزولوشن از یک تا 120 قابل سویچ کردنه چند تا نکته مهم داره اول اینکه یک تا 120 رو میتونید واسه هر اپلیکیشن مجزا تعیین بکنید که آقا مثلا اپلیکیشنی که خود سیستم عامل اجازه نمیده از 60 بیاد بالاتر شما میری میگی آقا من 120 میخوام باشه و کارو برات در میاره یا مثلا نمایشگری که یعنی اپلیکیشنی که میتونه تا 120 بره رو میتونی محدودش بکنی به 60 این جذابه که بالاخره میتونیم مثلا هر اپی رو واسه خودت تنظیم بکنی نکته بعدی قابلیت باحال حال به اسم آکواتاچ چیه قابلیت شما رو هر گوشی آیفون سامسونگ هر گوشی که تو بازار هست اگر آب بریزه مثلا داری تو بارون قدم میزنی و با گوشی کار میکنی اگر یه چند تا قطر آب بریزه روی گوشی دیگه تاچش درست کار نمیکنه خنگ پت میزنه ولی این گوشی رو اگر زیر بارون باشی یا زیر دوش باشی یا هر جایی باشی تا تا 90 درصد درست کار میکنه و این قابلیت اوکو تاچ صفحه نمایش هم واقعا جذابه در مورد روشنایی 4500 نیتش گفتیم در مورد پایین پیک روشناییش که همون دیمش میشه فوق العاده میتونه بیاد پایین و نرخ فیلیکرش یا نرخ پی 2160 هرتزه میدونی یعنی چی یعنی مقدار فیلیکری که بهتون میده خیلی پایینه واسه اینکه عددا بیاد دستتون توی آیفون این عدد 240 هرتزه توی سامسونگ 480 هرتز توی این گوشی 2160 هرتز اون نرخ پی که باعث میشه فیلیکر کمتری داشته باشه تو بلند مدت نگاه کردم به صفحه نمایش باعث میشه که سردرد کمتری بگیرید یا چشتون کمتر درد بگیره که این هم یکی از قابلیت های جذاب این صفحه نمایشه که به نظر من یه تیکه خیلی خوب میگیره بخش بعدی بخش باتریه جایی که یه باتری با 5400 میلی آمپر ساعت داریم روی گوشی پرچمدار میبینیم یه پرچمدار معمولی که بهترین شارژدهی که میتونه باشه فوق العاده است عملکرد شارژدهیش واقعا جذابه کار کن دو روز میتونی باش کار بکنی استفاده معمولی اگر استفاده سنگین ازش نکنی تا دو روز میتونه بهت شارژ بده دو روز روشن دیگه مثلا از موقعی که آفتاب طلوع میکنه تا غروب به آفتاب میتونی باش کار بکنی ولی اگر استفاده سنگین بکنی یه روزو کامل یه روز سیاه و روشن و با با هم بهت شارژ میده فوق العاده شارژ خفنی ادعای جالب وان پلاس اینه که این باتری بعد از چهار سال ظرفیتش میشه 4400 میلی آمپر ساعت حدودا یعنی افت عمل کردش هم پایین طبق ادعای وان پلاس که چهار سال دیگه تازه میشه مثل اندازه پرچمداری مثل s 20 24 پلاس که واقعا کارو براتون در میاره من تجربه شارژ که ازش گرفتم فوق بود یه دونه آداپتور 100 تو باکسش هستش که زیر نیم ساعت گوشیتون فول شارژ میکنه یعنی تو بخش باتری هم بدون رقیب میتازه لای پرچم داره و فوق العاده است حالا نکته ای که وجود داره اینه که این گوشی جلوتر تو بخش سخت افزار یک بار دیگه هم بهش میپردازم این گوشی سنسور کنترل دما 14 تا تو خودش داره یه دونه هم توی آداپتورشه که باعث میشه دما کنترل بشه و این سنسورها میاد جلوگیری میکنه از داغ شدن گوشی موقع شارژ شدن که میتونه همین عمر مفید باتری برای تون تضمین بکنه در مجموع توی بخش باتری امنیتی که خفن میگیره بخش بعدی بخش امنیت جایی که اسکر از سرنگوش اپتیکاله یه مقداری خوب نیست یعنی میتونست خیلی بهتر باشه ولی به هر حال دیگه هست دیگه از اون طرف موتور هپتیکی هم که توش هست بزرگترین موتور هپتیکیه که حالا وان پلاس گذاشته توی گوشیاش فوقلاده از حس تایپ کردن و کار کردن باهاش و به نظرم واسه یه تمام بند بند جزئیاتش یه ویبره گذاشته که خیلی خفنش میکنه مثلا میخوای یه دونه عکسو دیلیت بکنی واسه اون دیلیت لرزشش فرق داره تایپ کردن لرزشش فرق داره انیمیشن های مختلف این لرزش فرق داره که واقعا موتور اپتیک خیلی باحال و خوبی هم داره که حس جذابی بهتون میده بخش بعدی بخش دوربینه جای حساس پکیج دوربین این گوشی پکیجیه که توی گوشی وان پلاس اوپن دیدیم سنسور لنز اصلی 50 مگاپیکسل سنسور تلفوتو 64 مگاپیکسل یه دونه سنسور 48 مگاپیکسلی اولترا واید گوشی های وان پلاس مخصوصا پرچم داره یکی دو سال اخیرش توی بخش دوربین خیلی باگ داشتن باگای توی مثلا فوکوس کشیدن تو فیلم برداری یا دیتیل و جزئیات توی عکاسی این گوشی تا حد زیادی اونو اومده و مهار کرده و از بین برده چی دارم میگم برطرف کرده اون مشکل رو عکسایی که باش میگیرید عکسای شارپ و خوبی توی حالت اصلی و واقعا عکسیه که میتونی بهش اعتماد بکنی یه مقدار دیتیلش کمه فقط یه مقدار جزئیاتش کمه روشناییش هم بعضی موقعها ها میشه که قابل چشم پوشی یعنی یه ذره وقت بذاری میتونید اکس های فوقلاده خوبی با سنسور اصلیش ثبت بکنید که کارو براتون در میاره توی نور کم اگر نبریدش روی نایت مود یه مقدار نویزی میشه یعنی تو نور کم احتمالا تو فوکوس کشیدن هم به مشکل بخوره ولی قابل چشم بوشیه. البته خب به نسبت بقیه پرچم داره مثل S24 اولترا آیفون 15 پرو مکس خب یه مقدار ز... یعنی ضعیف تره دیگه تا الان باتری و صفحه نمایشو گفتیم از اونها میتونه خفن تر و بهتر باشه ولی خب تو بخش دوربین تو دوربین اصلی تو بخش عکاسی یه سری جاها لگ میزنه مثل همون نور کم و فوکوس کشیدن و اینا اما واقعا اینجوری نیستش که عکسای خوبی ثبت نکنه اگر بخوای بذاری کنار S24 اولترا بله میبازه ولی خودش به خودی خود میتونه عکسای فوق العاده خوبی بگیره عکاسی تو شب کارو در میاره نویز رو کم و بیش میبینیم ولی تا جایی که میتونه سایه روشنارو، رو اون داینامیک رنج و دیتیلی که توی تاریکی هست رو بهتون نشون میده بدون اینکه نویز خیلی عجیب غریب اضافه بکنه عکسای پورتری که ثبت میکنه عکسای قابل قبول و خوبی هستن ولی بازم میگم به پرچم داره دیگه مثل سامسونگ و آیفون نمیرسه سنسور تلفوتوش که سه برابر زوم اپتیکال میده 64 مگاپیکسلی اون واقعا خوبه یعنی عکسای تلفوتویی که میگیرید فوق العاده جذابه که نمیشه بهش نقص گرفت واقعا کارشو خوب انجام میده یه دونه سنسور اولترا واید داره که کار اونم معمولی یعنی همون کاری که سنسور اولترا واید باید بکنه رو انجام میده دیتیلش مثل دوربین سنسور اصلیش یه مقدار کمه ولی اوجاج تصویر و اون به هم ریختگی لبه ها رو خیلی کم توش میبینیم اما دیده میشه در مجموع عکاسی این گوشی مثلا خوبه نمیتونم بگم خفنه نمیتونم هم بگم ضعیفه بین متوسط و خوبه بیشتر نزدیک به خوب یه مقدار از خوب به سمت متوسط تمایل داره ولی کارو براتون در میاره تو فیلم برداری هم ایرادایی که تو فوکوس کشیدن داشت تو استابلایزرش داشت تو نسلای قبلیش برطرف شده و ویدیوهای خوبی هم میتونید باهاش ثبت بکنید اما باز تو اینجا به نظر من آیفون رنگ یک و بعدم سامسونگ و بعدش میتونید بیاید سراغی گوشی مثل وان پلاس تو فیلم برداری مخصوصا استابلایزرش اگر نور کم باشه قشنگ میبینید که تصویر یه مقداری بازی میکنه اصلا تو محور ایکس و ایگرگ بازیش نیست تو محور زده این, این Zه؟ این محور Z بود اینکه، نه این X تو محور X اینجوری اینجوری میشه خلاصه که تو نور کم یه مقداری شاید توی حالتی که استبلایزر فعال باشه به مشکل بخورید در غیر این صورت قابلیت فیلم برداری 8K بهتون میده که خب حرف و عدیسه ولی 4K 60 فریم رو بگی بیا به پایین همه رو میگیره که ویدیوهای خوبی هم هست یه دونه سنسور 32 دو مگاپیکسلی سلفی هم داره که عکسای سلفیش دو تا ایراد داره دو تا ایراد اساسی یک اینه که رنگ پوست رو درست نمیتونه تشخیص بده اون اسکین تونش درست کار نمیکنه این اتفاق توی سنسور اصلیش تو نسلهای قبلیش یعنی وان پلاس 11 و اینا هم دیده میشد توی سنسور اصلی این وان پلاس 12 این نقصه برداشته شده ولی همچنان سنسور سلفی اون رنگ پوست رو درست در نمیاره یه مقدار دیتیل صورت رو از دست میده ولی تو قالب مواقعی که منبع نوری زیاد وجود داشته باشه اوور میشه مخصوصا اگر تو محیط باز بخواید بگیرید داینامیک رنج خیلی خوبی نداره ولی اگر وقت بذارید میتونید عکسای سلفی خوبی هم بکنید این هم از این در مجموع بخش دوربینش میتونم بگم متوسط بین متوسط و خوبه یعنی کار رو براتون در میاره ولی خب با وجود آیفون 15 پرو مکس و اس 24 اولترا دیگه جا واسه نفس کشیدن این گوشی فقط توی بخش دوربین نیست بریم سراغ بخش بعدی بخش عملکرد پردازشی و اسنپ دراگون 8 نسل 3 که وامپلاس تونسته با اون اکسیژن او اس لعنتی که من عاشقشم یه کاری بکنه که یادتونه تو ویدیو بررسی اس 24 اولترا گفتم سریع ترین گوشی اندرویدی تاریخه اون ترین رو ازش بردارید بیایم سراغ وامپلاس پلاس لعنتی بعد از اون گوشی اس 24 اولترا من یه دونه آروجیفون 8 پرو بررسی کردم که اونم سری بود این وان پلاس دوازده هم سریه پس اون گوشی سریع ترین نیست جزو سریع ترین هاست چون این گوشی ارتباطی که تونسته برقرار بکنه بین رابط کاربری و سخت افزار یعنی نرم افزار و سخت افزار فوقلاده بهینه تر شده همیشه میگن گوشی های آیفون رابط کاربری و سخت افزارش خیلی با هم مچن این گوشی وان پلاس اومده یه زبونی گذاشته واسط بین دستوراتی که شما به رابط کاربری میدید و ای که قرار اینا رو بشنوه و اجرا بکنه و این روون بودنه رو میتونید تو بند بند این گوشی ببینید همه چیز به خوبی کار میکنه همه چیز تو بازی کردن واقعا میتونید باهاش بازی بکنید بدون لگ و باگ و با یه پایداری عجیب و غریب به خاطر اینکه ویپر چمپر یا همون خنک کننده ای که توی این گوشی هست بزرگترین مدلیه که تو هر گوشی میتونه باشه یعنی یه چیز عجیب و غریبی که پنج تا لایه ژل خنک کننده که حالا اصطلاحش رو اینجا می براتون وجود داره که از بالا و پایین میتونه دما رو یعنی هم از صفحه نمایش هم از این سمت میتونه دما رو از خودش دمار... هوای گرم و خارج کنه هم از پشتش و این باعث میشه که یه پایداری اعجاب انگیز توی بازی کردن رو تجربه کنی از خفنی سخت افزار و اون ارتباط بین سخت افزار نرم افزارش میتونم بگم که این گوشی میتونه هر بازی رو اگر حتی خود اون بازی هم طراحی نشده باشه برای 120 فریم اجرا بکنه فوق العاده عمل کرده عجیب و غریب و خوبی به. تو میده که واقعا جذابه تمام سخت افزار عالی پایدار روون جذاب رابط کاربری اندروید 14 و اکسیژن او 14 که نمیتونید عاشقش نشید اندروید خام که کلی قابلیت داره از نظر روان بودن سبک بودن مثل اندروید خامی که روی گوشی پیکسل میتونید بهش دسترسی داشته باشید از نظر قابلیت ترکیب سامسونگ و شیامی و هر گوشی اندرویدی دیگه, دیگه ای واسه شیپ آیکونا رنگ آیکونا سایز آیکونا میتونید تصمیم بگیرید واسه انیمیشن اثر انگشت میتونید تصمیم بگیرید واسه انیمیشن نوتیفیکیشن میتونید تصمیم بگیرید واسه لاک اسکرین میتونید تصمیم بگیرید واسه آلویز میتونید تصمیم بگیرید واسه هر چیزی که بخوای میتونید تصمیم بگیری علاوه بر این که سری قابلیت های باحال هم بهش اضافه شده مثلا موقعی که دارید اسکرین رکورد میگیرید میتونید دوربین سلفی هم تو اسکرین رکوردتون بگنجونید که یه گوشه ای از اسکرین رکورد باشه یا به جای نوتیفیکیشن بار میتونید قابلیت شلف رو اضافه بکنید که یه مثل تاخچست که دسترسی سریع میتونید به سری اپلیکیشن ها داشته باشین اما اما نکته اینجاست که هیچ بوی از AI ای آی نبرده این گوشی یعنی شما اون بازی AI که گلکسی ای, ای تو اسپیس و چهار و پیکسل هشت پرو این آوردن و تو وان پلاس اوپن میگم اوپن وان پلاس دوازده اصلا سمتش هم نرفته یعنی اصلا نیومده اینوری اصلا نیومده تو بازیش هیچ چیزی هیچ اثری از ای آی و هوش مصنوعی اینا توش نمیبینید اما اصلا نیاز نیست که ببینید واقعا رابط کاربری تمیز و شسته رفته و خوب و جذابی داره ترکیب سخت سخت افزار نرم افزار این گوشی فوق است فقط ایرادش یه ایراد دیگهش به نسبت سامسونگ و اپل اینه که چهار سال آپدیت اندروید سنگین رو میگیره پنج سال آپدیت امنیتی که دو سال از اس 24 اولترا و یه سال از آیفون کمتره حالا دیگه حالا چهار سال یه سال به نظر من که مهم نیست پکیج سخت افزار نرم افزار اعجاب انگیز بریم سراغ بخش آخر عملکرد اسپیکر و پخش موزیک همیشگی برو بریم این نصف صدا بریم واسه تهش اوه عالیه عالیه تمام فینیش همه چیزشو گفتم امیدوارم البته انقدر که این گوشی نکته داره جزوه‌م هم چک کردم که چیزی از قلم نیفتاده باشه قبل از اینکه بریم سراغ جنبندی مرسی از نیکتیجی که همیشه گوشه خاص رو برای ما ارسال میکنه اگه خواستید گوشه خاص خواست بخرید یه سر به سایت و پیجشون بزنید جنبندی تو بخش طراحی خب بخش زیادی سلیقه‌ایه گوشی خوش دسته ولی این دوربین یوقرش و کروودن نمایشگرش روز به نقطه ضعفشه که به نظر من عادی میشه براتون فقط باید حواستون باشه نشکنه دیگه چون گلس هم روش نمیشینه و پیدا کردن صفحه نمایشش هم مکافاته تو بخش نمایشگر ایجاب انگیز خفنه تو بخش باتری که اصلا رو دستش نباشد S24 اولترای که همین یه ما پیش ما گفتیم بهترین باتریه تموم شد یعنی تم... کشتش تمام بلاشک شک با اون آداپتور صد واتیش فوق است تو بخش دوربین ببین خوبه ولی خفنتر داریم تو بخش سخت افزار تو بخش اسپیکر تو بخش قیمت این گوشی 800 دلاره s 24 اولترا 1300 دلاره یعنی 500 دلار ارزونتره حالا شما باشید میرید سراغ کدومش این گوشی واقعا ارزش خریدش بالاست با این حجم از امکاناتی که بهتون میده فوقلاده است کار کردن باهاش که اگر دوربین براتون خیلی اولویت نداره حتما پیشنهاد میدم که میخواید پرچمدار بخرید تستش بکنید خیلی خفنه این گوشی احتمالا آخر امسال جزو تاپ به بهترین گوشی های سال میشه ببین حالا بهت کی گفتم واسه همین اول ویدیو گفتم این گوشی رو دست کم نگیرید لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب یادتون نره که باعث دلگرمیه من هرچی دارم از حمایت شماست شما باشید و بخواید پرچم دار بخرید وان پلاس می‌خرید یا اس 24 اولترا مرسی از امرایتون کات